اشتباهات رایج در فراگیری زبان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد نداشتن هدف و انگیزه نه تنها یکی از اشتباهات بلکه یکی از آفتهای فراگیری زبان نداشتن هدف و انگیزه است چه بسیار زبان آموزانی که بدون داشتن هدف و انگیزه چه هزینه های مالی و زمانی رو انجام میدن و نتیجه که باید رو به دست نمیارن و باعث تخریب اعتماد به نفس و انگیزه های ناچیزی که دارن میشه برای اینکه دچار این اشتباه نشید برای خودتون اهدافی تعریف کنید و خودتون رو در زمانی مجسم کنید که به هدفتون دست پیدا کردید میشه گفت اولین گام در فراگیری موثر زبان مشخص کردن هدفه با خودتون فکر کنید و بررسی کنید که هدفتون از فراگیری زبان چیه دنبال چه هستید به دنبال چه خواسته ای هستید که رسیدن به اون خواسته از رهگذر فراگیری زبان ممکن خواهد شد اهداف افراد مختلف متفاوته هدف خودتون رو بیابید و مشخص کنید همیشه در حالت مراقبه هدف خودتون رو تو ذهن داشته باشید البته که رسیدن به هدف تلاش و انرژی و زمان نیاز داره و این امری بدیهیه اما در نظر داشتن هدف و پیروی از تکنیک های گفته شده تا حد چشمگیری انگیزه شما رو بالا خواهد برد تا در راه فراگیری پرقدرت و پر انرژی ظاهر شید و با تکیه بر تلاش و کوشش به هدف عالی و والای خودتون برسید. افسوس گذشته یکی دیگه از اشتباهاتی که زبان آموزا مرتکب اون میشن اینه که افسوس گذشته شونو میخورن افسوس خوردن گذشته از یه جنبه مثبته و از جنبه دیگه منفی از اونجایی که افسوس میخورید چرا زودتر به فکر فراگیری زبان نیفتادید و چرا زودتر اقدامی نکردید باعث میشه که اکنون حرکتی بکنید و شروع به فراگیری کنید ولی از طرف دیگه اگر منفی به این موضوع نگاه کنید و با خود به این نتیجه برسید که دیگه دیر شده و زمان یادگیری من گذشته این وجهی منفی قضیه است و اینکه باعث میشه در شما ذهنیتی ایجاد بشه و اون ذهنیت رو تقویت بکنید که بله زمان فراگیری من گذشته و دیگه دیر شده طبق تحقیقات دانشمندان و برخلاف تصور عمومی بالا رفتن سن انسان تاثیر منفی در یادگیری انسان نخواهد داشت و انسان قادره که در هر سنی مطالب رو فرا بگیره بلکه با بالا رفتن سن فاکتورهای دیگری هستند که به عنوان عوامل موثر بر یادگیری تاثیر میگذارند عواملی مثل باورهای محدود کننده ای انسان که او را از فراگیری باز میداره که در بحث باورها در مورد اونها صحبت کردیم بر اساس تحقیقات دانشمندان اتفاقا فراگیری زبان در بزرگسالان بهتر و سریعتر اتفاق میفته به این لحاظ که زبان آموزان بزرگسال تجربه شرکت در بسیاری از کلاس‌های زبان را داشتند و یا اینکه با توجه به پس زمینه و وسعت بیشتر اطلاعات خودشون و درک بهتری از هدفهای خودشون و همچنین درک نیاز واقعی خودشون از طرفی درک عوامل مؤثر بر کیفیت فراگیری و غیره مصممتر و با انگیزه تر در فراگیری زبان خواهند درخشید بر اساس تحقیقات دکتر کراشن و دیگر اساتی تنها تفاوتی که در فراگیری کودکان و بزرگسالان وجود داره در اینه که کودکان مطالب مربوط به زبان رو در ابتدا و با تکرار و تمرین بسیار زیاد و با سرعت کم و حجم مطالب کم فرا میگیرند اما در بلند مدت در ذهنشون نگه میدارند و از اونها استفاده میکنند و بزرگسالان قابلیت این رو دارند که مطالب مربوط به زبان رو با حجم بیشتری دریافت کنند و درک کنند اما مطالب یاد گرفته شده رو در کوتاه مدت در ذهن دارن و میتونن استفاده کنن از اون مطالب و البته برای ماندگار کردن مطالب به صورت بلند مدت و حک شدن اون تو ذهنشون تنها تکنیک و تنها راه تمرین و, تمرین و تمرین و تکراره با پیروی از تکنیک های تسلط بر جسم و روان و تکنیک های تقویت باورها قوی تر و با انگیزه تر شروع کنید که فردا دیره <applause> یادگیری بر اساس قواعد گرامری یکی از اشتباهاتی که زبان آموزان دچار اون میشن تکیه بر قواعد گرامری و یادگیری زبان بر اساس اونه طبیعتا به خاطر سپردن یک قاعده گرامری به عنوان یک شابلون و قرار دادن جملات مربوط به اون قواعد گرامری در اون شابلون و استخراج اون کاری مشکله و این فرایند بسیار خسته کننده و ماشینیه این بسیار راحت تره که چند جمله نمونه رو بخونید و بقیه کارها رو به عهده مغز خودتون بذارید که به صورت خودکار پروسه پیروی از یک سری قواعد گرامری رو فرا بگیره و در مورد بقیه جملات نیز اون ساختار رو رعایت کنه. به کار بردن یک قاعده گرامری بسیار وقت گیره. شما اول باید اونو به خاطر بسپارید، سپس باید ببینید آیا اون ساختار میتونه در جمله شما به کار برده بشه و در نهایت جملتون رو بر اساس اون قاعده میسازید و بیان میکنید. ساختن یک جمله بر اساس قواعد دستوری مثل حل کردن یک معادله ریاضیه اگه شما اغلب از قواعد دستوری برای نوشتن و صحبت کردن استفاده کنید نمیتونید این کارا رو روان و راحت انجام بدید منظور اینه که آیا قواعد دستوری مهم نیستن بیشک ستون هر زبانی ساختار گرامری اون زبانه و فراگیری گرامر و دستور زبان امری اجتناب ناپذیره اما لزومی نداره که تاکید یادگیری خودتون رو بر روی گرامر صرف بگذارید. اجازه بدید که زبان رو با گوش هاتون و چشماتون بیاموزید. قدرت و کیفیت فراگیری با استفاده از ورودی رو هرگز فراموش نکنید. رفته رفته ساختارهای دستوری رو به طور خودکار درک کرد در حالی که مطالعه در مورد اونها نداشتید. منظور این نیست که به هیچ وجه مطالعه دستور زبان و قواعد گرامری لازم نیست اما این تاکید بر روی گرامر صرفه که باعث میشه در ابتدای راه فراگیری به زودی خسته بشید و انگیزه خودتون از دست بدید در کنار تکنیک های دیگه و فراگیری از طریق ورودی ها که شامل خواندن و گوش کردنه مطالعه همزمان کمی گرامر هم مفید و کمک کننده خواهد بود اجازه بدید که گرامر رو به مرور و رفته رفته و به طور ادراکی بیاموزید. طبیعتا یک کودک ابتدا همه ساختار گرامری مربوط به زبان مادریش رو یاد نمیگیره و سپس صحبت کنه. یا در مدرسه ابتدا ساختار گرامری تدریس نمیشه. در تمامی کشورهای دنیا بعد از گذشت چند سال از صحبت کردن و توانایی نوشتن و خواندن در کودکان و دانش آموزان به اونا گرامر آموزش داده میشه. فقط کتاب‌های درسی رسمی را یاد گرفتن. متاسفانه اکثر زبان آموزها تنها انگلیسی خشک و رسمی که در کتاب های درسی و مدارس و مؤسسات یافت میشه رو مطالعه میکنند. مسئله اینجاست که اکثر انگلیسی زبانان در اکثر شرایط از این نوع انگلیسی استفاده نمی کنند. انگلیسی زبانان هنگامی که با دوستان فامیل همکاران و انگلیسی زبانان دیگه صحبت میکنند از انگلیسی غیر رسمی یا اینفورمال و محاوره ای استفاده می کنن. که پر از اصطلاحات ضرب و مسئله و است. برای برقراری ارتباط با انگلیسی زبانان نباید تنها به کتاب های درسی اکتفا کنیم. سعی کنید به جای تکیه بر کتابهای رسمی انگلیسی از دیگر منابع دلچسب خودتون استفاده کنید. حتی داستانها حتی اخبار، حتی خوندن یه مقاله دلخواه که بسیار مفیدتر از مطالعه کتابهای های خشک و رسمیه. فراموش نکنید و شک نکنید که فراگیری زبان لذت بخشه، اما به شرطی که تکنیک های فراگیری رو بدونید و رعایت کنید و از راه درست و لذت بخش زبان اون رو یاد بگیرید. <تصفح> یادگیری حجم زیادی از مطالب در زمان کم هرگز دوچار این اشتباه نشید که در یک بازه زمانی کم میتونید به صورت عمیق یک سری مطالب رو فرا بگیرید با انجام این اشتباه فاهش هم زمان و هم انرژی خودتون رو تلف کردید برای توضیح بیشتر این اشتباه به بخش آهسته و پیوسته مراجعه کنید و یک بار دیگه اون تکنیک ها رو مرور کنید تکنیک آهسته و پیوسته رو همواره در فراگیری زبان و فراگیری عمیق رعایت کنید انتقال زبانی مراقب تداخل ساختار و گرامر زبان فارسی در صحبت کردنها و نوشتارتون به انگلیسی باشید. این اشتباه به وفور در زبان آموزان رایجه. یکی از دلایل این اشتباه عدم شنیدن و خواندن کافی منابع انگلیسیه. زبان آموزانی که به جای تمرین و مطالعه گرامر صرف از منابع شنیداری و خواندنی استفاده میکنند کمتر دچار این اشتباه میشن. لزومی نداره که خودتون رو درگیر حفظ قواعد گرامری کنید به جای صرف انرژی در تمرین و حفظ قواعد و ساختار گرامری بیشتر گوش بدید و بیشتر بخونید با کمی شنیدن و خوندن شاهد این خواهید بود که در صحبت کردن بدون اشکال و با اشکال کمتری مواجه خواهید شد اتکا بر مؤسسات آموزشی اکثر زبان آموزان به مؤسسات زبان متکیان. اونا فکر میکنند که مدرس زبان و مؤسسه زبان مسئول موفقیت اونا در زبان هستند. اما یک زبان آموز خودش مسئول فراگیری زبان خودشه و همیشه مسئول موفقیت خودشه. یه مدرس خوب میتونه به شما کمک کنه اما در نهایت شما مسئول یادگیری خودتون هستید. این شما هستید که باید درس و مقالاتی رو بیابید که موثر و مفید هستند. این شما هستید که باید دنبال پیشرفت خودتون باشید. باید هر روز به زبان گوش بدید و هر روز مطالعه زبان داشته باشید. باید احساسات خودتون رو کنترل کنید و پر انرژی و پر انگیزه باقی بمونید. باید مثبت و مثبت اندیش باشید. هیچ معلمی نمیتونه شما رو وادار به یادگیری کنه و این تنها به عهده خودتونه. اگه واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که یکی از نقش های کلاس زبان اینه که زبان آموزان رو به لحاظ اینکه شهریه ای پرداخت کردن و یا به هر دلیل دیگه ای در یه زمان خاصی در تعداد مشخصی از روزهای هفته به حضور در کلاس زبان متعهد و مقید کنه به جای اینکه برای ایجاد تعهد در خودتون توسط کلاس های زبان از پول و وقت و انرژی خودتون هزینه کنید میتونید خودتون رو به زمانهایی که برای تمرین کردن مطالب قرار میدید و برنامه ریزی متعهد و مقید کنید کلاس های زبان معمولا زمان زیادی از شما خواهند گرفت از اونجایی که برای رسیدن به کلاس ممکن مسیر طولانی رو طی بکنید و همینطور در موقع برگشت از کلاس زمان زیادی رو باید صرف بکنید از طرف دیگه زمان های مفید مطلب آموزی در کلاس های زبان چقدرند؟ و اینکه شما در زمان حضور در کلاس آیا انگیزه و انرژی لازم برای یادگیری رو دارید یا نه و همچنین اون زمانی که شما انگیزه و انرژی کافی رو دارید آیا استاد شما انگیزه و انرژی کافی برای آموزش رو داره یا نه و یا اینکه در زمان حضور شما در کلاس زبان شما چقدر مطلب خواهید آموخت به عبارت دیگه روشی که مرسومه اینه که بیشتر زمانی که زبان آموزا در کلاس های زبان صرف میکنن صرف نوشتن جزوه و نوت و یادداشت میشه که آیا بعدا اون مطالب رو بخونن و مرور رو تمرین کنن یا نه زبان آموزا به جای اینکه دنبال هدف اصلی یعنی فرا گرفتن مطالب باشن بیشتر شبیه ماشینای تحریر شدن و دنبال نوشتن جزوه و نوت و یادداشت هستن البته عوامل مزاحم و شرایط حاکم در کلاس های زبان مثل شلوغی و شوخی و خنده بقیه شاگردان در هر فرصت ممکن و تعاریف و خاطرات استاد و تأخیر و تعجیل استاد و مسائل دیگر خودش بحث دیگه ایه. نتیجه اینکه کلاس های زبان رو برای رفع اشکالاتتون بذارید. خودتون با پیروی از بهترین تکنیک ها و روش ها تلاش کنید و با انگیزه پیش برید. اگر هم احتمالا اشکالی داشتید میتونید از کلاس های زبان استفاده کنید و یا مشاوره با یه مدرس زبان در خارج از ساعت کلاسش و یا بدون نیاز به کلاس با همکاری دوستی که توانمندی کمک به شما رو داره و یا یک دوست انگلیسی زبان اینترنتی و غیره استفاده کنید. این موضوعات که بعضی از مؤسسات آموزشی از روش های بسیار قدیمی و تنها از کتاب های درسی و ملزم به استفاده از یک سری کتاب های درسی خاص هستند و مسائل دیگر به کنار اتکای شما بر کلاس های زبان دامنه و محدوده یادگیری شما را در حد همون کلاس ها محدود خواهد کرد تمرکز بر امتحان و آزمون یکی دیگه از اشتباهات متداول زبان آموزان تاکید و تمرکز بر روی تست و آزمون امتحانه قبلا هم گفتیم تاکید و تمرکز بر روی تست و آزمون نتیجه غیر از ایجاد نگرانی و استرس در شما نخواهد داشت و نگرانی و استرس عوامل منفی در کیفیت یادگیری هستند که باید از اونها اجتناب کرد در ضمن به جای تمرکز به امتحان و آزمون به هدف بزرگ خودتون میتونید فکر کنید پاس کردن یه امتحان هدف بسیار کوچک و ناچیزیه به هدفهای بزرگ فکر کنید و خودتون رو باور داشته باشید که به اون هدفها خواهید رسید هر چقدر هدفهای بزرگتری رو دنبال کنید و موفقیتهای بزرگتری دست خواهید یافت خودتون رو دست کم نگیرید و مطمئن باشید که خواهید تونست از طرفی با در نظر داشتن هدفهای بزرگ در فراگیری مثل اینکه من میخواهم به انگلیسی مسلط شوم و یا هر هدف بزرگی که تو ذهنتون هست بله باید زحمت کشید باید تلاش کرد باید وقت و انرژی گذاشت اما بعد از گذشت مدتی سعی و تلاش و کوشش کسب نمره های عالی در آزمون ها و تست ها براتون کاری ساده و پیش و پا افتاده است مراقب باشید که دچار این اشتباه نشید و تمرکز بر امتحان و آزمون و تست رو کنار بگذارید و این ذهنیت و این باور رو از خودتون دور کنید <applause> تمرکز بر تصحیح اشتباهات زبان آموزان و مدرسین اغلب بر اشتباهات و اصلاح اونها تمرکز دارند اونا مدام نگران اشتباهاتشون هستن اشتباهات رو می میکنن در مورد اشتباهات عصبی و پریشان میشن سعی میکنند کاملا بدون عیب و خطا صحبت کنن و همین عامل باعث ایجاد استرس و نگرانی در اونها میشه و همونطوری که قبلا هم گفتیم و اثبات شده نگرانی و استرس جلوی فراگیری رو میگیرن و مانع خوب یاد گرفتن میشن هیچ کس به هیچ عنوان کامل نیست انگلیسی زبان هم مدام اشتباه میکنن ما هم به عنوان یک فارسی زبان در زبان مادریمون دچار اشتباه میشیم ممکنه روزانه بارها در صحبت کردن در نوشتن و در خوندن دچار اشتباه بشیم پس لزومی نداری که نگران باشیم و به خودمون استرس وارد بکنیم اشتباهات رخ میدن البته نه اینکه اصلا توجهی به اشتباهات نداشته باشیم بلکه نیازی نیست که نگران اشتباهات باشیم رفته رفته با تمرینات بیشتر اشتباهات کمتری اتفاق میفتند به جای تمرکز بر خطا و اشتباهات و جنبه منفی به خود ارتباط و خود صحبت کردن تمرکز کنید چیزهای بهتری وجود دارن که به اونا فکر کنید و متمرکز بشیم و اهداف بزرگتون فکر کنید و تمرکز کنید ترجمه و پردازش انگلیسی به فارسی فارسی و انگلیسی دو زبان متفاوتن که در بیشتر موارد ترجمه لغت به لغت باعث اشتباهات فراوانی میشه که بسیار هم مرسومه در زم سرعت یادگیری و مکالمه و درک شما رو پایین خواهد آورد انگلیسی رو انگلیسی یاد بگیرید اجازه بدید قسمتی از مغز شما که مسئولیت پردازش زبان انگلیسی رو به عهده داره ورزیده بشه ترجمه کلمه به کلمه و جمله به جمله موثر و مفید نیست طبق تحقیقات دانشمندان زمانی که انسان یک زبان رو به درستی و به شیوهی صحیح فرا میگیره در مغز او قسمت جدیدی برای پردازش و سخن و فکر کردن به اون زبان ایجاد میشه و کلیه ای امور مربوطه به اون زبان در اون قسمت جدید پردازش میشن پس اجازه بدید اون قسمت جدید از مغز شما پردازش کنه و ورزیده بشه و نه قسمت فارسی زبان مغز شما با ترجمه کردن کلمه به کلمه ای عبارات و جمله حرکت مثبتی انجام ندادید و مثل یک ماشین مترجم عمل کردین اجازه بدید انعطاف پذیری شگفتانگیز مغز و ذهنتون به کمک شما بیاد اگر همانطوری که در زبان فارسی و ز... یا زبان مادری ترجمه نمی کنیم و بدون فکر و به صورت خودکار میتونیم صحبت کنیم انگلیسی رو همانطوری یاد بگیریم این روند در انگلیسی نیز اتفاق میافته و به صورت خودکار خواهیم تونه صحبت بکنیم با ترجمه کردن و فکر کردن به ترجمه و آیا اینکه ترجمه درسته یا نه کار مفیدی در جهت فراگیری انجام ندادید آموزش و فراگیری به فارسی یکی دیگه از اشتباهات مرسومی که بارها و بارها نیز به اون اشاره شده یادگیری انگلیسی به فارسیه این اشتباه معمولا در ابتدای راه یادگیری رخ میده به این دلیل که زبان آموزان روش صحیح فراگیری رو نمیدونن سعی میکنن که در مواجهه با جملات و عبارات اونا رو به فارسی ترجمه کنن جمله رو به فارسی مورد تایید تحلیل قرار بدن بعدا جمله به فارسی در پاسخ به اون جمله بسازن و سعی کنن که جمله که به فارسی ساختن رو به انگلیسی ترجمه کنن و سپس سعی میکنن که اون جمله رو بیان کنن البته انجام شدن کامل این پروسه منوط به نداشتن اشکال در انجام کلیه مراحل توجه داشته باشید که این پروسه چقدر زمان که در مواجهه با یه جمله انگلیسی پاسخی برای اون آماده بکنید و ارائه بکنید با این حال با انجام این همه پردازش و این همه زحمت گام مفید و موثری در جهت فراگیری خودتون بر نداشتید همونطوری که در مباحث به اون اشاره شد باید اجازه بدید که قسمت انگلیسی زبان مغز شما ایجاد و شروع به فعالیت کنه و شخصیت جدید انگلیسی زبان شما ایجاد بشه و شکل بگیره به انگلیسی باید فکر کنید و به انگلیسی پردازش کنید و به انگلیسی به طور اتوماتیک باید پاسخ بدید معمولا هدف نهایی و ایدئال یک زبان آموز اینه که بتونه مانند یک بومی و یا انگلیسی زبان صحبت کنه اما برای اینکه بشه مثل یک بومی صحبت کرد و مثل یک انگلیسی زبان صحبت کرد باید مثل اونا هم فکر کرد و مثل اونا پاسخ داد راهکار و مثال شده اینه که دقیقا شیوه فکر کردن و پاسخ دادن به فارسی رو برای انگلیسی نیز در پیش بگیرید به عبارت دیگه باید و باید به انگلیسی فکر کنید و انگلیسی پردازش کنید تا بتونید به صورت اتوماتیک به انگلیسی پاسخ بدید پس مراقب این باشید که هرگز دچار این اشتباه نشید که با انجام این اشتباه زحمات شما بیشک به سمن نمی نشینه و نتیجه که مطلوب شماست حاصل نمیشه البته مبرهنه که منظور متون و مطالبی نیست که باید با هدف خاصی به فارسی ترجمه بشن بعضی از متون هستن که ناگزیرید رو به فارسی ترجمه کنید منظورمون این متن‌ها نیستن نوشتن تلفظ کلمات و لغات به فارسی در کنار آنها یکی از اشتباهاتی که زبان آموزان در ابتدا ممکنه مرتکب بشن و بسیار عمومیت داره اینه که تلفظ کلمات و لغاتی که خوندنشون کمی مشکل به نظر میرسه رو در کنار اون لغات به فارسی مینویسن به جای این کار میتونید با تکیه و پیروی از تکنیک های فراگیری تلفظ صحیح لغات و همچنین تکرار و تکرار درست پیش برید تا دچار چنین اشتباهاتی نشید مهم نیست که کم کم و به مرور و با سرعت آهسته فرا بگیرید مهم اینه که درست و عمیق فرا بگیرید البته این اشتباه رو بیشتر کسانی که از پایه در انگلیسی ضعیف هستند و در مواجهه با درس انگلیسی اجباری که در اون درس به دنبال نمره ناپلئونی برای نجات هستند مرتکب میشن اما به هر حال روش درستی نیست اگر این اشتباه رو تکرار کنید و روش خودتون اصلاح نکنید روخانی انگلیسی براتون کاری دشوار خواهد بود و در مواجهه با لغات جدید دچار مکس و توقف و در نهایت تضعیف روحیه و اعتماد به نفس خواهید شد برعکس زمانی که تلفظ صحیح رو فرا بگیرید و اگر واقعا مشکل از پایه باشه اصلاح را از پایه شروع کنید و اشتباهات قبلی رو جبران کنید رفته رفته و به مرور از اونجایی که تلفظ رو فرا می گیرید در مواجهه با لغات جدید و حتی لغات مشکل به راحتی اون لغات رو خواهید خوند و خوب فرا خواهید گرفت از طرفی تلفظ حروف و ادای اونها در کلمات جدیدی که در آینده با اونها مواجه میشید که تغییر چندانی پیدا نمیکنه و از اونجایی که شما تلفظ حروف و ترکیب حروف در یک کلمه و صداها رو فرا گرفتید در کلمات و لغات جدید هم مشکلی نخواهید داشت و خواهید دید که با کمی برگشت به عقب و اصلاح اشتباهات گذشته هرچند از پایه نتیجه بسیار عالی خواهید گرفت اگر هم اصرار دارید که در ابتدای کار تلفظ لغات رو در کنار بنویسید البته فقط در ابتدای فراگیری ترجیحاً این کار رو انجام ندید با استفاده از الفبای فونتیک این کار انجام بدید هرچند که این کار لزومی نداره و با کمی تمرین و پشت کار به راحتی کلمات جدید رو خواهید خوند <applause> عجله در فراگیری یکی از ذهنیت ها و اشتباهات دیگه که وجود داره عجول بودن در رسیدن به هدف و فراگیری زبانه. پروسه فراگیری و به خصوص فراگیری عمیق پروسه زمانبره و نیاز به تلاش و کوشش داره. اشکالی که عجول بودن داره اینه که زبان آموز عجول انتظار داره که در یک بازه زمانی کم به حجم زیادی از دانش برسه و همانطوری که در تکنیک آهسته و پیوسته هم گفته شد اگر به دنبال فهم و فراگیری عمیق و کاربردی باشیم در یک بازه زمانی کم این امکان وجود نداره از طرفی اگر با داشتن این ذهنیت شروع به یادگیری کنیم با استرس و نگرانی دنبال فراگیری هستیم و طبیعتا چون مطالب رو با استرس و نگرانی تمرین و تکرار میکنیم مطالب رو به خوبی فرا نمیگیریم پس از گذشت مدتی کم یا ناامید میشیم و یا اعتماد به نفسمون از دست میدیم از طرفی عجول بودن در فراگیری باعث میشه که زبان آموزا عجول از مطالب و منابع مورد مطالعه با عجله پرش کنه و به بعضی از مطالب که مهم و پایه‌ای هستن توجه نکنه نیازی به عجله نیست با حوصله و شکیبایی کامل و محکم پیش برید برعکس زبان آموزان عجول زمانی که با آرامش و حوصله پیش برید و با پیروی کامل از تکنیک ها کم, کم و عمیق فرا بگیرید باعث میشه که کمتر به مشکلی بر بخورید و در مواجهه با مسائل بر این باور خواهید بود که بله مسئله همیشه هست اما جای خوشبختی اینه که من میتونم مسائل رو حل کنم و پیش برم در زم فراگیری عمیق و پیشروی روزافزون باعث میشه که نتیجه بگیرید و خودتون رو توانمند بدونید همین ذهنیت اعتماد به نفس شما رو بالا میبره و انگیزه شما رو بالا خواهد برد و قویتر و مصممتر ظاهر خواهید شد و پیش خواهید رفت نیازی به عجله نیست برای فراگیری زبان و رسیدن به هدف خود برنامه بلند مدت تعیین کنید اگر زمانتون کوتاهه و میخواهید در زمان کمی به هدفتون برسید قطعا مدت زمانی که روزانه برای تمرین و مرور مطالبتون قرار میدید باید بیشتر باشه فراگیری موضوعی نیست که با جادو و تلسم و جوشونده بشه در اون موفق شد اما با پیروی از تکنیک ها و روش های آزمایش شده و مؤثر و مفید سرعت و کیفیت فراگیری رو بالا خواهید برد و در زمان کمتری به نتیجه خواهید رسید تمرکز بر نادانسته ها و آنچه باید یاد بگیرید یکی دیگر از اشتباهات رایج تمرکز بر این گونه ذهنیت هایی است که چه میزان زیادی از مطالب و منابع رو باید در آینده و در طول مدت فراگیری زبان تمرین کنم و بر اونها مسلط بشم حقیقتی وجود داره و باید بدونید که پروسه فراگیری زبان هیچ وقت پایان پذیر نیست خیالتون رو از همین الان راحت کنید که هیچگاه فراگیری و تکرار در زبان پایان پیدا نمیکنه و تا پایان عمر همراه شما خواهد بود همونطوری که پروسه فراگیری زبان مادری روز به روز ادامه پیدا میکنه و شخص بهتر و بهتر میتونه صحبت بکنه در انگلیسی یا هر زبان دیگه هم همینطوره احتمالا تا به حال تبلیغات کلاس های فن بیان و فن نگارش و کلاس ها و دوره های اینچنینی رو دیدید برای هر شخص حتی به زبان مادریش و طبیعتا ما که فارسی زبان هستیم بیان صحیح و تاثیرگذار به زبان مادری نیز نیازمند توجه و تمرین و استفاده از تکنیک های بهبود دهنده است چه رسد به زبانی دیگه که ممکنه ما در ابتدای راه فراگیری اون زبان باشیم همانطوری که گفتیم به مرور و رفته رفته با توجه و تمرین و تکرار که صحبت کردن و تسلط به مهارت زبانی و حتی زبان مادری رشد پیدا میکنه و ما خواهیم دونست و خواهیم تونست که در موقعیت مختلف مثلا اداری و آکادمیک و دوستانه و ارتباط با اشخاص مافوق و زیردست و غیره و غیره چگونه و با چه جملات و با چه لحنی باید صحبت کنیم و چگونه باید بنویسیم بدون شک تسلط نسبی به این مهارت ها در زبان مادری نیازمند زمان و تمرین و توجهه حال چه انتظاری دارید که در ابتدای راه فراگیری زبانی دیگه بتونیم به خوبی حرف بزنیم و به خوبی بنویسیم و به خوبی بخونیم و خوب گوش بدیم و کاملا متوجه بشیم اگر به اون چیزهایی که در زبان مادری خودمون هم نمیدونیم تمرکز کنیم باعث ضعیف شدن اعتماد به نفسمون میشیم بله این یک حقیقته که مطالب زیادی رو باید فرا بگیرید اما لزومی نداره که همیشه در ذهن خود نگران حجم زیاد این مطالب باشیم رفته رفته و به مرور با خرد کردن کل مسائل به جز و انجام دادن اون پیش خواهید رفت هر وقت فکر حجیم بودن مطالبی که باید در راه فراگیری زبان بیاموزید به ذهنتون خطور کرد این موضوع رو در نظر بگیرید که در زبان فارسی هم در حال حاضر بسیاری از چیزها رو نمیدونیم ولی به مشکلی هم بر نخوردیم لزومی نداره که کل ساختار گرامری زبان فارسی رو بلد باشیم و بعد در جامعه حاضر بشیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم خجالتی بودن یکی از ویژگی های اخلاقی بسیاری از ما ایرانیان حجب به حیا بودنه و یکی از معایبی که از این ویژگی اخلاقی ریشه میگیره کمرو بودن و خجالتی بودن ماست اما یادگیری مسئله که با خجالتی بودن به مشکل برمیخوره کسی که از فرط خجالتی بودن نمیتونه سوالات و مشکلات خودش رو مطرح کنه طبیعتا اشکالات او تا زمانی که به طور اتفاقی و با تکه بر مطالعات شخصیش رفع نشه باقی میمونه و باعث آزار او میشه و از طرفی مشکلات دیگه‌ای که ریشه در اشکالات اولیه دارن براش همیشه پیش میاد لازمه که کمی خجالت رو کنار بگذارید با دوستاتون انگلیسی حرف بزنید با کسایی که انگلیسی میدونن و شاید از شما هم بهتر باشن صحبت کنید و اجازه بدید که اونا اشکالات و ایرادای شما رو به شما گوشزد کنند در مقابل اشتباهاتتون نیز لزومی نداره که خجالت بکشید اشتباه غیرعمدی مربوط به ذات انسان و به خصوص زبان آموزانه و اگر اشتباه رخ نده که به نقاط ضعف خود پی نمیبرید یادگیری <applause> زبان مشکله یکی دیگه از استنباط ها و برداشت های اشتباهی که بسیار در جامعه ما مرسومه و از سیستم آموزشی غلط ریشه میگیره اینه که طیف عمومی جامعه گمان میکنن فراگیری زبان مشکله و فراگیری زبان رو کاری سخت میدونن البته که در سالهای اخیر کمی این ذهنیت کمتر شده ولی باز هم این ذهنیت وجود داره و مخصوصا در زبان آموزان یه موضوع منفیه و باید زبان آموزان خودشون رو از شر این ذهنیت خلاص بکنن در حقیقت بسیاری از کارهایی که امروزه ما به عنوان یکی از کارهای روتین و معمولی خودمون انجام میدیم روزی بسیار مشکل و دور از ذهن به نظر میرسیدن اما انسان راه آسان انجام دادن اون کارها رو پیدا کرده و رفته رفته اون کارهای به ظاهر مشکل امروزه جز ساده ترین کارها به نظر میرسه در مورد خود شما هم همینطوره بسیاری از کارها که در ابتدا به نظر خودتون و دیگران بسیار سخت به نظر میرسید اما امروزه جزی از ساده ترین کارهایی هستند که میتونید انجام بدید برای مثال از نظر طیف وسیع از دانش آموزان در مقاطع ابتدایی فراگیری و بازگو کردن جدول ضرب یکی از کارهای بسیار مهم و از طرفی مشکل به نظر میرسه در نظر شما هم به احتمال قوی این موضوع صدق میکرده و ممکن خود شما نیز با این مسئله با مشکل مواجه بودید که جدول ضرب براتون کاری سخت به نظر می رسیده اما در حال حاضر یکی از کارهای پیش و پا افتاده ای که شما از عهده اون برمیایید و در حال حاضر دونستن جدول ضرب جز برتریای شما به حساب نمیاد اگر بخواید بسیاری از این توانمندی هایی که در حال حاضر دارید و روزی براتون دستیابی به این توانمندی ها کاری مشکل به نظر می را رو لیست کنید به موارد زیادی برمیخورید. کارهایی که دیگران توان انجام دادنش رو داشتن و شما روزی حسرت انجام دادنش رو میخوردید اما در حال حاضر از نظر خودتون اصلا توانمندی بارزی نیست و به دنبال توانمندی های بهتر و بیشتری هستید چه بسا بسیاری از توانمندی‌هایی هم که شما دارید و دیگران حسرت داشتن چنین رو میخورند و روزی این توانمندی توانمندی ها رو با تکیه بر تلاش و کوشش خودشون به دست بیارن اما مسئله اینجاست که این توانمندی هایی که اکنون دارای اون هستید روزی براتون مشکل بود و شما به اون دست پیدا کردید با تلاش با کوشش با تمرین و تکرار با جدیت و با پیوستگی به توانمندی که روزی آرزو شده داشتید رسیدید مقاطع تحصیلی رو گذروندید دیپلم گرفتید در رشته تخصصی خودتون تحصیل کردید لیسانس گرفتید مهندس شدید و هر چی که به نظر شما میرسه شما از پس این کارای سخت بر اومدید پس فراگیری زبان که ممکنه سخت به نظر برسه برای شما که از پس این مشکلات بر اومدید در آینده کاری ساده به نظر خواهد رسید در ضمن زندگی کارزار مواجهه با مسائل و حل کردن اونهاست باید با تکیه بر تلاش و کوشش و استفاده از ابزار و توانمندی ها و دانش پیش رفت و مسائل مختلف رو حل کرد اینکه همیشه بر این باور باشیم که فراگیری زبان مشکله و از انجام دادن و گام نهادن در مسیر یادگیری شونه خالی کنیم علاوه بر این که باعث میشه هیچگاه به سمت فراگیری نریم و یا اگر در این مسیر گام بگذاریم در ما ایجاد استرس و نگرانی میکنه اما با گام نهادن در مسیر فراگیری و با استفاده از تکنیک ها و روش های مناسب و سریع رفته رفته به این دلیل که روش ها و تکنیک ها و همچنین عامل اصلی یعنی سعی و تلاش خودتون به سمر میشینه و مطالب و منابعی که مورد مطالعه قرار میدید روز به روز براتون ساده تر از قبل میشه و از پس اونها بر لحظه به لحظه اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت و در مواجهه با مطالب به مراتب سختتر به هیچ وجه خم به ابرو نخواهید آورد و با قدرت جلو خواهید رفت. پایان تمرین و تکرار با گرفتن مدرک و یا رسیدن به اهداف کوچک یکی از نکاتی که بسیار باید به اون دقت داشته باشید و مورد توجه قرار بدید همین موضوع به دست آوردن یک مدرک پایان راه فراگیری نیست خودتون رو فریب ندید اخذ مدرک لازمه اما کافی نیست با به دست آوردن یک مدرک انتظار بالاتری از شما میره و تازه در اول راه قرار دارید که باید مستحکمتر و ثابت قدمتر پیش برید بسیاری از زبان آموزان مرتکب این اشتباه میشن و بعد از به دست آوردن مدرک مورد نظرشون به کلی زبان رو رها میکنن و یا اینکه به میزان بسیار زیادی از تمرین و مرور خودشون کم میکنن مراقب باشید شما دچار این اشتباه نشید پیروز و شادکام باشید